همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند برنامه های بنیاد آینده در تلویزیون اندیشه، من محمد امینی به یاد دوست نازنینم حسین مهری برنامه برگی از تاریخ رو آغاز میکنم. دوستان اتاق فرمان، کارگردانان برنامه بر روی در آغاز برنامه آرمی رو پخش کردند، آهنگی رو پخش کردند و تصویری رو که هنوز نام حسین مهری برام بود و خب من شادمانم، ولی این برنامه دیگر گفتگوهای حسین مهری با محمد امینی نیست، زیرا حسین مهری از میان ما رفت و کسی هرگز جانشین و جایگزین او نخواهد شد. و همان گونه که من در گذشته با شما در میان گذاشتم، در این چند هفته گذشته این برنامه ها رو من تا چندی به تنهایی اجرا خواهم کرد و یکی دو تن از دوستان در صدای این هستیم که شاید اونها بتوانند به من یاری برسانند، پرسشگر برنامه باشند. اگر به پیامدی برسیم این رو با شما در میان خواهم نهاد. ولی به هر روی این برنامه رو از اونجایی که در آغاز برنامه نام حسین مهری رو دیدید به نام ایشان آغاز میکنم. با پروانه شما پیش از آغاز برنامه اندکی به حاشیه میروم و میخواهم در اینجا به راستی به همه مردم ایران و به ویژه به این دوستان تیم ملی ایران شاد باش بگم. چه بازی خوبی کردن. من شیفته فوتبال هستم، از کودکی شیفته فوتبال بودم، خودم هم بازی میکردم و یادم هست که از کودکی دم در می ایستادیم که این کیهان ورزشی برسه و ما بخوانیم و یاد بگیریم و غیره. اصلا آشنایی من از دور با آقای صدرالدین الهی از راه کارهایی بود که ایشان در راه ورزش انجام میدادن. به هر روی این دور بازی های جام جهانی تیم فوتبال ایران به راستی شگفتی آفریده. من فکر میکنم یا مساوی میکرد یا میبرد، توانایی برد هم داشت، اون هم برابر یک تیم بسیار نیرومندی مانند اسپانیا که دو جام جهانی پیش قهرمان جهان بود و همچنین هم در رده های بسیار بالا است، یعنی جز به همباره جز به چهار تیم بزرگ جهان است. و براستی این بچه های تیم ملی حماسه آفریدند، خوب بازی کردند. ما همباره این گرفتاری رو داشتیم که تیم هایی که دست جمعی بازی میکنن به جای کارهای فردی خیلی توانا نبودن، ولی این بار به راستی خیلی خوب کار کردن و امیدوارم دوشنبه هم و همچنین باشه و حتی اگر هم موفق نشوند به دور دوم بروند، در نگاه ما ایرانیان جایگاه ویژه‌ای برای ما آفریدن و ما از اونها سپاسگزار هستیم. در حاشیه این کار یک کار شگفت دیگری هم روی داد و این است که دولت جمهوری اسلامی در برابر این فشار اجتماعی عقب نشست و به زنان پروانه داد، ظاهرا موقت، که در استادیوم ورزشی در استادیوم آزادی بروند و همراه با مردان بازی رو نگاه کنند. خب البته شاید بهانه‌شون این بوده که مردانی که شلوار کوتاه به پا دارن در ورزشگاه نیستن، این زنها رو تحریک نمی کنن. از این پرت و پلاهایی که در قالب آموزش های اسلامی به خورد ما می دهن. ولی به هر روی این بازپس نشینی بسیار بسیار خوب است. امیدوارم روز دوشنبه همچنین کند و امیدوارم این آغازی باشد برای براستی دگرگون ساختن یک رشته کارهایی که در ایران انجام می شود. البته این رو من باید بگویم، من امیدی به این ندارم که از درون جمهوری اسلامی دگرگونی های صورت بگیرد که این دگرگونی ها به آزادی و دموکراسی و سکولاریسم و حقوق زنان و رفع تبعیض و چیزهایی از این دست بیانجامه، نه. ولی هر گونه کاهش فشار بر مردم به سود جامعه ایرانی است. هر گونه امتیازی که مردم بتوانند از این حکومت بگیرند به سود جامعه ایران است. و هر روی من بار دیگر این درخشش تیم ملی رو به همه ایرانیان و به ویژه به این جوانان بازیکن، جوانان تیم ملی شاد باش میگم و فکر میکنم همه شما هم این گونه مانند من میاندیشید. خب با گفتن این سخنان درباره کارهایی که به امروز مربوط میشود، به ورزش و چیزهایی از این دست،
برویم بر سر آنچه که از تاریخ به ما مربوط می شود. در برنامه پیش من به درازا درباره ممالک محروسه، این واژه های شناخته شده در تاریخ ایران، ممالک محروسه سخن گفتم و اشاره کردم به بیپایه بودن این سخن فدرالیست در ایران. امروز در برنامه نخست و سپس در دنباله این برنامه، در بخش دوم این برنامه که در ساعت پس از این برنامه خواهید دید و سپس جداگانه بازپخش خواهد شد یا با همراه هم، من به درازا در دو برنامه پی در پی در برگی از تاریخ میخواهم به گوشه هایی از این گفتگویی که بر سر ماندگاری ایران به وجود آمده و بحث فدرالیسم، بحث اینکه آیا به راستی ما یک ملت هستیم نیستیم، یک مردمی هستیم که به طور ساختگی کنار هم قرار گرفته ایم و یا واقعا ما مردمی هستیم که یک آب و خاک و تاریخ و فرهنگ و زبان و بر روی ارزش های نسبتا مشترکی رو داریم. به این خواهم پرداخت. در واکنش به سخنان من در هفته گذشته، چه در برنامه یک کلمه و چه در برگی از تاریخ، دوستی که ایشان رو میشناسم و انسان بسیار فرهیخته و آزادی خواهی هم هست، یعنی انسانی است که وابستگی به جایی نداره، هیچ هدفی از این پرسش نداشته و نام ایشان رو نمی آورم، از من پرسید که در یک نامه خصوصی که شما آقای امینی چرا این همه با این نشست واشنگتن گرفتاری دارید. میدونید که دو هفته پیش در واشنگتن به ابتکار چند روزنامه‌نگار سرشناس و گروه‌های دیگر، گروه‌هایی که عضو کنگره ملیت‌های فدرال ایران هستند، به این خواهم پرداخت، همراه با گروه‌هایی که خوب هوادار بازسازی پادشاهی در ایران هستند و افرادی که حتی از در گذشته در جبهه ملی بودن، اینجا و اونجا دست کم نشانه‌هایی در دست است که اونها هم شرکت داشتند، گرد هم آمدند و کوششی داشتند برای اینکه همراه با چند ژنرال بازنشسته آمریکا با پشتیبانی دولت آقای ترامپ که یک رستاخیز تازه‌ای رو برای بازپس گرفتن ایران آغاز کنند، گذار از جمهوری اسلامی برای یک دولت غیر دینی، سکولار، دموکرات و چیزهایی از این دست، و بناست که این کنفرانس ها در اروپا هم ادامه پیدا بکنه و قراره که در اروپا آقای جان بولتون هم به این کنفرانس ها بپیونده. یکی از کسانی که خیلی در برنامه ریزی این کنفرانس نقش مهمی داشته، با شوق و شوق به یکی از دوستان نزدیک من زنگ زده و گفته که آقا ما بولتون رو از دست مجاهدین جدا کردیم و ایشون دیگه در خانواده هواداری از پادشاهی در ایران هست. من از دوستان نزدیک به شورای ملی پرسیدم، گفتم شما شادمان هستید که آقای بولتون از پشتیبانی از مجاهدین به شما پیوستن؟ سرشو به زیر انداخت و گفتش که نه، من اصلا نمیدانم که سرنوشت این نوع نشست‌ها به کجا خواهد انجامید. آقای نوریزاده، گرداننده تلویزیون در لندن هست، تلویزیون ایران فردا، در گرداننده این نشستم بودند و من همیشه رو برای نخستین بار در فرانکفورت در مراسم بزرگداشت دوست بسیار نازنینم آقای مهدی خان بابا تهرانی دیدار کردم، برای نخستین بار ایشان رو دیدم. در برنامه تلویزیونی خودشون گفتن که بنا بوده که شاهزاده رضا پهلوی هم در این کنفرانس واشنگتن شرکت کنند و ایشان تنها به دلیل اینکه گرفتاری فارغ التحصیلی دخترشون رو، یکی از دخترانشون داشتن، نتوانستن در این نشست شرکت کنند. امیدوارم که این موضوع درست نبوده باشه و به راستی آقای رضا پهلوی از این نوع نشست ها پشتیبانی نکرده باشند، اما بر روی در شگفت نخواهم شد اگر ایشان هم بنا بوده که در این نشست شرکت کنم و شاید در نشست‌های دیگری شرکت کنم. گفتگوی من در اینجا اصلا بر سر جمهوری و پادشاهی نیست، بر سر ماندگاری ایران و این نوع نشست هاست. این همیهن گرامی
که پایه این سخن امروز من رو ایشان در واقع بنا نهادند، پرسیدند که شما چرا گرفتاری دارید با این نوع نشست ها؟ نامی از چند نفر شرکت کنندگان بردند و گفتند که آیا جدا فکر میکنید که این آدم ها وطن فروش و میهن دشمن ایران و یگانگی ایران هستند؟ پاسخ من این است که نه، من حتی باور ندارم که رهبران احزاب قومی هم شخصا آدم های بدی باشند. من آقای هجری رو از نزدیک نمیشناسم، آقای مقتدی رو یک بار دیدم و هیچ چنین باوری ندارم که اینها آدم هایی هستند که میخواهند ایران رو بفروشند یا دشمن ایران هستند. نه، ولی به قول معروف دوزخ رو هم با نیات حسنه بنا کردند. این است که پاسخ من به این دوست و شما همه کسانی که این برنامه رو میبینید در این است که موضوع نیت افراد در این زمینه مهم نیست و این است که من شما رو به یک سفر تاریخی میبرم و باز میگردم به نزدیک به تقریبا 90 سال پیش، 1899، در این سال آقای وثوق دوله نخست وزیر ایران بود، بار دوم بود که به نخست وزیری رسیده بود. وثوق دوله آدم بسیار سرشناسی در تاریخ ایران بود. این دو برادر یعنی حسن وثوق دوله و احمد قوام قوام السلطنه، این دو برادر سرشناسترین چهره های تاریخ صد و اندی سال گذشته ایران هستند. قوام السلطنه رو بسیاری میشناسند، حسن وثوق یا وثوق دوله رو خیلی ها نمیشناسند. حسن وثوق یا وثوق و خیلی بیشتر از احمد قوام در انقلاب مشروطه نقش داشت. آدمی بود بسیار با دانش، شاعری توانا، بسیار چیره بر زبان فارسی، تا جایی که در سالهای پس از ماجرایی که اشاره می کنم در دوران نیمه دوم پادشاهی رضا شاه یکی از گردانندگان فرهنگستان در ایران بود و آدمی بود هیچ کس نمیتوانست درباره او بگوید که دشمن ایران است، مخالف ماندگاری ایران است، وطن فروش است. نه، آدمی بود سخت پایبند به ماندگاری ایران، میهن دوست، هوادار سرسخت مشروطه، آدمی که در فرنگ درس خوانده بود، قبل اون زمان فرنگ در خارج از ایران، و دارای آشنایی‌های بسیاری داشت با فرهنگ اروپایی، نظام پارلمانی و از شیفتگان نظام پارلمانی به شمار می رفت. حسن وثوق دوله نخست وزیر همراه با دو تن از وزیران بسیار بسیار توانا و توانمند اون زمان، یعنی نصرت دوله فیروز، فیروز میرزا، فرزند فرمان فرما، کسی که نیازی به پول نداشت، وزیر خارجه ایران بود در این کابینه، و سارم الدوله مسعود میرزا، فرزند ذل السلطان، اینها در باغی در قلهک جمع شدند، گرد آمدند و نشستند و پیمان 1919 رو 1819 رو پیمان معروف به 1819 رو نوشتند. پیمانی که هنگامی که به چاپ رسید منتشر شد، خیلی ها گفتن این پیمان تحت الحمایگی ایرانه، یعنی ایران رو اگرچه آشکارا مستعمره نمی کنه ولی ایران رو در واقع یک نیمه مستعمره می سازه. این سال مهم نیست، این سالی که بهش اشاره می کنم 1919 کوزش می خواهم نه 1819 1919 به اشتباه گفتم 1819 در سال 1819 به سده پیش از اون برمیگرده. در سال 1917 در روسیه انقلاب شده بود
و بلشویک ها اون زمان هنوز جدا از منشویک ها در آغاز نبودند، ولی سپس منشویک ها رو کنار زدند و در اکتبر 1917 انقلاب بلشویکی در اتحاد جماهیر شوروی در گرفت و کمونیست ها بر سر کار آمدند. لنین رهبر اتحاد جماهیر شوروی شد و شمار بسیاری از کشورهای اروپایی متحد شدند و به روسیه تاختند. یعنی یه جنگ بزرگی در روسیه در گرفت، جنگ داخلی میان کمونیست‌ها و گروه‌هایی که معروف شدند به روسای سفید، و سپس با پشتیبانی اونها دولت‌هایی به رهبری دولت بریتانیا وارد جنگ با دولت روسیه، دولت شوروی شدند، دولت جوان شوروی. و این جنگ داخلی و دخالت خارجی ها در دولت جوان شوروی تا چندین سال پس از انقلاب اکتبر درازا کشید. دولت بریتانیا در اون هنگام دریافته بود که ایران دیگر از نفوذ سیاسی دولت روسیه تزاری برخوردار نیست. می‌دانید که در درازای دوران قاجار، به ویژه از زمان از میانه دوره فتحعلی شاه در ایران، دولت‌های روسیه و بریتانیا یک کتاز سیاست ایران بودند و با هم رقابت داشتند. یعنی با هم رقابت می‌کردند که کدام یک از اونها در سیاست داخلی ایران و در امور اقتصادی ایران نقش داشته باشد، کدام یک گمرک ایران رو در دست بگیرند، کدام یک ساختن راه‌ها و تنظیم مالیات رو در دست بگیرن. رقابتی میان این دو دولت بزرگ همسایه ایران بود. این که میگویم همسایه، اگرچه بریتانیا رسما همسایه ایران نبود، ولی بخش‌های جنوب بیرون از ایران به دلیل شرکت هند شرقی و به دلیل نفوذ، یعنی مستعمره شدن هند، بیشتر این بخش‌ها در دست دولت بریتانیا بود. و در اون هنگام دولت عثمانی هم بسیار ناتوان بود و ناتوان تر از گذشته شده بود. و این است که این دو دولت، یعنی دولت بریتانیا و دولت روسیه، یک کتاز سیاست ایران بودند. خب انقلاب اکتبر دولت روسیه رو از سپهر سیاست ایران برکنار کرد. حتی قزاقان بی سرپرست شدند و دولت روس، دولت بریتانیا بود که حقوق قزاقان رو می پرداخت و قزاق‌ها از قزاق روسی، از سرسپردگان به دولت روسیه، رفته رفته سرسپرده به دولت بریتانیا شدند. و حتی در درون دستگاه قزاقی ایران هم کودتا صورت گرفت که در این کودتا، در سرکوب آخرین رئیس قزاقانی که هنوز تمایل به روسیه داشت، کسی که نقش بسیار مهمی داشت، رئیس آتریاد همدان بود که به قزوین آمده بود و بعدها معروف شد به رضاخان و سپس رضاشاه. و در گرفتن ستاد قزاقخانه و سپردن این ستاد به بریتانیا همراه با نیروهای انگلیسی، همین جناح یا گروه قزاقخانه آتریاد همدان نقش بسیار مهم می داشت که رضاخان میرپنج یا میرپنجه، میرپنج هم یعنی مسلسل، او در واقع در کانون و رهبری این گروه قرار گرفته بود. در اون دوران بریتانیا چنین بنا نهاد که اینک که روسیه دیگر در سپهر سیاست ایران نیست و بریتانیا یک کتاز سیاست ایران است، ما بیاییم و پیمانی با دولت ایران امضا کنیم که بر پایه این پیمان ما همه کاری کشور ایران باشیم، یعنی اقتصاد و سیاست و فرهنگ و همه چیز ایران رو ما اداره کنیم. این است که نشستند و انشا کردند پیمانی رو به نام پیمان 1919 که وثوق الدوله و اون دو تن دیگری که اشاره کردم، فرزند فرمانفرما و فرزند ظل السلطان، اینها نشستند و این پیمان رو فراهم کردند. دولت بریتانیا هم به پاس این خدمت 130 هزار پوند به اونها داد که بنا بود که این 130 هزار پوند تقسیم بشود، نیمی از اون به حسن وثوق، وثوق الدوله برسد و نیم دیگر به طور مساوی میان شازده فرمان فرما، فرزند شازده فرمان فرما و سارم الدوله تقسیم بشود. و شد.
کسی نمیتواند بگوید که حسن بسوق و دو تن دیگری که با او در این پیمان همکاری داشتند به راستی میخواستند ایران رو بفروشند، یعنی برای فقط تنها 130 هزار پوند رفتن برای فروختن همه منافع ایران. نه، من چنین فکر نمی کنم. من فکر کنم آدمی مانند حسن بسوق فکر میکرد در اون دوران که پس از نزدیک به 14 سال بنبست مشروطه، درگیری های درونی، ناتوانی مجلس، اصلا مجلسی وجود نمی داشت انگامی که بسوق دوله نخست وزیر شده بود، مجلس مشروطه وجود نمی داشت. برای همین تصویب قرارداد 1919 انتخابات را آغاز کردن و در نیمه کار انتخابات ناتمام ماند، اشاره خواهم کرد. من فکر می‌کنم حسن بسوق آدمی بود که فکر می‌کرد در اون دوران باید با بریتانیا متحد شویم و باید از دولت بریتانیا برای پیشرفت و امنیت ایران بهره بگیریم. این چنین می‌اندیشید. خب بعدش هم نمی آمد که یه پولکی هم در این راستا بگیرد. یکی گفت که شما چرا تریاکی شدید؟ گفت دوستان بد، اما زغال خوب هم بی تأثیر نبود. آقای بسوق دوله شاید انگیزه این داشت که ایران به سر و سامانی برسد، ولی خب پول دولت بریتانیا هم بد نبود، اون رو هم حاضر شدن دریافت کنند، پنهانی همین کار رو می کردن. این است که فکر میکنم شاید در آغاز کار با این انگیزه وارد بستن این پیمان شدند که ایران پس از 14 سال بحران مشروطه سر و سامانی پیدا بکنه. طبیعی است که بزرگان دولت بریتانیا در پرداختن این اندیشه در سر آدمی مانند حسن بسوق نقش داشتند و او هم این اندیشه را در میان دیگران پروراند و البته پوند بریتانیا، استرلینگ بریتانیا هم کم تأثیر نبود، مانند زغال خوب. مراد من از این نمونه این است که آدم ها می توانند بر پایه یک رشته امیدها و آرزوهای نیک، انگیزه های خوب وارد کارزاری بشوند که این کارزار به پیمان ننگین 1919 بیانجامد که برای همیشه نام بسوق دوله رو با وطن فروشی، با میهن فروشی، با بیگانه پرستی و نوکری بیگانگان در هم آمیخت. یعنی همان گونه که آدمی مانند زنده یاد محمد مصدق به نام یک انسان میهن دوست انجام دهنده ملی کردن صنعت نفت شناخته شده است که نخست در زندان و سپس در احمدآباد در زندان خانگی عملا درگذشت، نام بسوق دوله به عنوان میهن فروش در تاریخ ایران شناخته شده با همه خدماتی که بسوق دوله در انقلاب مشروطه کرد. فراموش نکنیم حسن بسوق یا بسوق دوله در جنب و جوش مشروطه خواهی خیلی بیشتر از محمد مصدق نقش داشت. یعنی محمد مصدق، دکتر محمد مصدق کمتر از حسن بسوق در جنب و جوش مشروطه خواهی شناخته شده بود. نه اینکه طرفدار نبود، هوادار نبود، ولی حسن بسوق از او هم بیشتر شناخته شده بود. ولی هنگامی که حسن بسوق یا بسوق دوله بر این پیمان 1919 دستینه نهاد و حتی پولی هم برای احمد شاه فراهم کرده بود در این پیمان و این پیمان رو میخواست از راه انتخابات مجلس بر مردم ایران تحمیل بکند، یعنی انتخابات برگزار کرد که در این انتخابات مجلس چهارم این پیمان تصویب بشود و ناکام ماند، نام او برای همیشه در تاریخ ایران با میهن فروشی، با خدمت به بیگانگان در هم آمیخته. این است که من هنگامی که به این نشست هایی مانند نشست واشنگتن خورده میگیرم، نه از این روز که همه شرکت کنندگان کمر به خدمت بیگانگان برای از میان رفتن ایران بستند، نه، در میان اونها آدم های زیادی هستند که من تردیدی ندارم که با امید به این که چنین کارزاری به سود آینده ایران باشد وارد چنین کارزاری می شوند. وسوق دوله و دو تن دیگر هم شاید با همین انگیزه وارد فراهم ساختن پیمان 1919 شدند. فکر می کردن ایران
در چنین پیمانی با بریتانیا که البته زغال خوب هم در اون بی تأثیر نبود، یعنی پول انگلیس، می تواند امنیت پیدا کند. این پیمان شکست خورد و پروژه وزارت دفاع ایالات ببخشید وزارت دفاع بریتانیا که چرچیل در اون نقش داشت موفق شد با الانسای قزاقان و در پیشاپیش اونها رضاخان و سید ضیاءالدین طباطبایی رو برانگیخت که کودتای 1299 رو در واپسین شکست پیمان 1919 سازمان بدن. و میدانیم پس از اون تاریخ ایران چگونه رقم خورد. دولت قاجار به پایان رسید و دولت پهلوی در ایران آغاز شد و ماجراهایی که برور از این چارچوب گفتگوی امروز ما خارج است. وسوق دوله با شاید انگیزه نیک، شاید با این احساس که ما تنها رایی که در این دوران داریم پس از اینکه انقلاب اکتبر صورت گرفته و همسایه شمالی ایران که تزاری بوده اینک کمونیست شده و چشم به سوی شاید ایران داشته باشد که هنوز نداشتند، هنوز وارد این کارها نشده بودند، هنوز جمهوری های آینده جنوبی شوروی به دست کمونیست‌ها نیفتاده بود. بخش بزرگ همسایه ایران که قفقاز باشه در ستیز و جنگ و جدال با میان مساواتچی‌ها، ناسیونالیست‌های پانترکیست و دولت روسیه، دولت شوروی بود. بازماندگان روسیه تزاری هم در اونجا فعالیت داشتند. دولت عثمانی به پایان رسیده بود و ایران همسایه کشوری شده بود که در اون انقلاب کمونیستی برای نخستین بار در تاریخ بشر روی داده بود و کشوری سوسیالیستی، کشوری کمونیستی شکل گرفته بود که میخواست سرمایه‌داری رو براندازه در جهان و بریتانیا بزرگترین نماینده سرمایه‌داری در جهان در اون انگاه به شمار میامد. آمریکا هم بود ولی این دولت بریتانیا بود که به عنوان وارث بزرگترین ساختار مستعمراتی در جهان، بزرگترین قدرت سرمایه در جهان به شمار می آمد و طبیعی است که دولت بریتانیا دولت شوروی رو بزرگترین دشمن خود برمی شمرد و درست هم بود. عثمانی هم از بین رفته بود و دولت بریتانیا به عنوان کسی که وارث امپراتوری عثمانی شده نقشه تقسیم عثمانی رو هم کشیده بود و کشورهای تازی از دل این امپراتوری عثمانی در حال شکل گرفتن بود، مانند عراق و سوریه و کویت و عربستان و دیگر. در این میان مسئله ایران پیش آمده بود و آدمی مانند حسن وسوق وسوق دوله شاید با انگیزه های نیک و یارانش برای این بودن که ما تنها از راه پیوستن و یگانگی با دولت بریتانیا است که می توانیم به جایی برسیم. این است که رفتن پای پیمان 1919 و می دانیم که پیامد این پیمان چه بود. انگامی که پیمان آشکار شد جهانی علیه این پیمان برانگیخته شد، ایرانیان که روشن است، و وسوق دوله در تاریخ ایران بدنام شد. این است که در پاسخ به دوستانی که می گویند چرا من با نشستهایی مانند نشست واشنگتن با این قومگرایان و جنرال های آمریکا و گروه های دیگر مخالفت دارم، می گویم بروید تاریخ پیمان 1919 رو بخوانید و ببینید که در پیامد کوششی شاید با انگیزه نیک چه رسوایی به وجود می آید. ببینید چه کسانی در برانگیختن این نوع نشست ها نقش دارند، چه شادی ها می کنند از اینکه آقای بولتون یا آقای جولیانی یا فلان جنرال آمریکایی به پشتیبانی از این حرکت برخیزند. جدن فکر می کنید که این دولت های دیگر تنها در سودای خیریه هستند، یعنی به دلیل واقعا رضای خدا میخوان که در ایران تغییری به وجود بیاید، یا به دنبال منافع خودشون هم هستند، یعنی در پس پرده پیمانهای نانوشته یا شاید نوشته و منتشر نشده 1919 در میان است. یعنی کسانی که آتش بیار این حرکت هستند تردید نداشته باشید، خیلی کمتر از موقعیت آدمی مانند حسن وسوخ، بسیار کمتر از دانش او، بسیار کمتر از مشروط خواهی او در گرداندن این آتش، گرداندن این معرکه و به گونه‌ای
به گونه ای کنار آمدن با یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی که امروز به ویژه با دولت آقای ترامپ در رفت و آمد هستند، برای آینده ایران نقشه می‌ریزند. و در این راستا با گروه‌های قومگرایی که نقشه حتی تجزیه ایران رو هم ریختند و کشیدند و شاید هم رسماً دنبال تجزیه ایران نیستند، ولی پروژه های اونها به تجزیه ایران خواهد انجامید، با اونها برنامه برگزار میکنند. این است که من به نیت افراد نگاه نمی کنم، من به پایان کار افراد نگاه میکنم. من به این نگاه نمی کنم که حسن وثوق از کدام پیشینه بیرون آمده بود، به این نگاه میکنم که وثوق دوله پیمان ننگین 1919 رو میخواست بر مردم ایران تحمیل کنه، به این نگاه نمی کنم که شرکت کنندگان در کنفرانس واشنگتن و کنفرانس هایی که بناس برگزار شود تا چه اندازه شخصا آدم های خوبی هستند، پاکدامنند، پیشینه خوبی دارند، اهل مبارزه بودند، حتی زندان کشیدند. به این نگاه می کنم که از درون این چه چیزی مانند پیمان 1919 در سده 21 بر سر ما خواهد آمد. چگونه ما از بلای جمهوری اسلامی به بلای بزرگتر دیگری که از میان رفتن ایران رو به دنبال خواهد داشت به عنوان کشور واحد دوچار خواهیم شد، به این میاندیشم. اجازه بدهید که به ترانه‌ای که میدانم در این برنامه‌های برگی از تاریخ ما تا به امروز ترانه‌ای نداشتیم، ولی چون برنامه امروز ما نزدیک به 2 ساعت خواهد بود، یعنی 2 برنامه پی در پی، من هم باید نفسی تازه کنم، به ترانه‌ای که حتما بسیار هم زیباست و گزینه بسیار خوب جناب امیر کارگردان این برنامه هست و دوست من در گفتگو درباره فوتبال، به این نگاه کنیم و من رشته سخن رو پس از اون دنبال کنم. شکوه
با سپاس بسیار بسیار زیاد از جناب امیر که میدانم در همزمان با این برنامه بازی فوتبال هم دارن نگاه میکنن و سپاسگزارم از این گزینش بسیار زیباییشان. اشاره کردم به وثوق دوله پیمان 1919. در اون دوران ما دو جریان خیلی جدی در دنیا داشتیم. یکی کوششی بود از سوی بریتانیا که در کشورهایی که در خاورمیانه و در سرتاسر جهان به کشورها یا سرزمین‌هایی که از دل فروپاشی امپراتوری عثمانی که در جنگ جهانی اول شکست خورده بود از دل اون بیرون آمده بودند، دولت بریتانیا یک چیرگی سرتاسری داشته باشه. یعنی دولت بریتانیا که یکی از بزرگترین مستعمرات تاریخ رو یعنی هند رو در دست داشت، امیدوار بود که حلقه ایجاد بکند، شبکه‌ای به وجود بیاورد پس از جنگ جهانی نخست که در این شبکه گسترده هند که نگین استعمار بریتانیا بود پیوند پیدا بکند با کشورهای مانند ایران، کشورهای تازه ساخته شده‌ای که در حال ساخته شدن بود مانند کشورهای چون سوریه و عراق و کویت و عربستان و شیخ نشین های جنوب و دیگر کشورهایی که از دل این پایان پیامد جنگ جهانی اول بیرون آمده بودند و بریتانیا یک کتاز قدرت و سیاست جهان باشد. سوی دیگر این چالش این جنبش تازه پای کمونیستی بود. جنبش تازه پایی که نبود، از سده پیش آغاز شده بود ولی با انقلاب اکتبر جان گرفته بود و دولت اتحاد جماهیر شوروی در واقع کانون این جنبش شده بود و اونها هم در سودای این بودند که این جنبش رو و این حرکت رو گسترش بدهند. در سپتامبر 1920 شهریور 1299 در باکو نشستی برگزار شد به نام کنگره ملل شرق که این کنگره به ابتکار ولادیمیر ایلیچ لنین پایگزار دولت اتحاد جماهیر شوروی بود. هنوز لنین به جایی نرسیده بود. در اون دوران تروتسکی حتی جایگاه برجسته تری از لنین داشت و خیلی بر این باورند که این اندیشه تروتسکی بود. کومینترن در واقع این نشست رو برگزار کرد و موضوع نشست هم این بود که ملل ستم دیده شرق رو برانگیزند که دولت‌هایی در اونجا مانند دولت شوروی یا سمپاتیک به دولت شوروی به وجود بیاید و کجا بود مهمترین جایگاهی که اونها میخواستند در اون تأثیر بگذارند؟ ایران، همسایه جنوبی این اتحاد جماهیر شوروی، کشوری که راه اتحاد جماهیر شوروی رو به سوی دریای آزاد باز میکرد و سخت برام بودن که در ایران هم یک انقلاب شوروی چی یا کمونیستی به وجود بیاید و ایران هم بشود یکی از کشورهای همجوار کمونیستی و اتحاد جماهیر شوروی. بنابراین در ایران یک رقابتی وجود داشت میان اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا. اتحاد جماهیر شوروی در ایران نفوذ چندانی نداشت. دولت روسیه بیشتر نفوذ خیلی زیادی داشت ولی اتحاد جماهیر شوروی تنها از راه یک حزب بسیار بسیار کوچک کمونیستی، حیدرخان عموقلی و دیگر یاران، اینها در ایران نفوذ محدودی داشتند، خیلی محدود. اما بران شدن که از یک پروژه تازه استفاده کنند. در این کنگره ملل شرق آمدن و ملت سازی کردند. آمدن و در مورد ایران چنین داوری کردند که ایران هم مانند دولت روسیه تزاری که می گفتن زندان ملل بوده، چون دولت تزاری
این واحدهای ملی مستقل رو در جنوب خودش، بیشتر هم کشورهای مسلمان نشین رو، باوند بند کشیده بود، اینها رو گرفته بود، بخشی از اونها رو در جنگ با ایران گرفت، بخشهای شمالی ایران رو، چه ترکمنستان و چه جمهوری های قفقاز، گرجستان، ابخازیا، اون چی که بعدها معروف شده جمهوری آذربایجان، مجموع اینها رو، ارمنستان، همه اینها رو در جنگ با ایران در واقع گرفت، جنگ اول و دوم ایران و روس. آمدن و تزی رو مطرح کردن، این تز که ایران هم مانند روسیه تزاری زندان ملل هست، ما در ایران ملت داریم. به این نتیجه رسیدن که برای که در ایران تأثیر بگذارن، نمیتوانند تنها با این حزب کوچک کمونیستی در ایران کاری بکنند، باید اقوام رو برانگیزند، ایلات رو برانگیزند. و این تز رو تزریق کردن به حزب کمونیست ایران، و حزب کمونیست ایران در مرامنامه خودش ایران رو تقسیم کرد به چند ملت. کشور ایران کشوری است کثیرالمله، این عبارت در واقع از اون زمان سکش ضرب شد، 1920، همون زمانی که پس از پیمان 1919 هست، در یک سود قوا مستطنه و هماندیشان و همپیوندانش رفتن و خودشون رو فروختن به دولت بریتانیا، از این سوی هم حزب کمونیست ایران در سودای چند ملیت کردن ایران هست، ایرانی که میدانیم از دل انقلاب مشروطه بیرون آمده بود و تازه صورت هویت ملی نسبتاً واحدی پیدا کرده بود، از صورت ایلیاتی خارج شده بود. آمدن و پدیده‌ای به نام ملت سازی رو، خلق‌های ایران رو، اینها سکش رو ضرب کردن. جذابم بود، خود من هم در نوجوانی وقتی اینها رو میخوندم خیلی جذبه داشت، جالب بود. خلق ترک، خلق ترکمن، خلق آذربایجان، خلق لور، خلق عرب و خلقهای دیگری که زیر ستم خلق ستمگر فارس بودن، اون هم که تاریخ نمیدونستن، اینها رو میپذیرفتن. یادشون رفته بود که در اون دوران دولت قاجار یک دولت ترکمان تباره و از زمان سلطان محمود غزنوی تا دولت قاجار همه دولت ها در ایران ترکمان، اوغوز، قوز، مغول، تاتار و از این دسته ها بودن. زبان دربار بیشتر این دولت ها زبان غیر فارسی بوده، ولی یکوی ملتی خلق کردن به نام ملت فارس، که این ملت فارس در درازای تاریخ این ملت های دیگر رو به زنجیر کشیده. ایران زندان ملل است. این رو رفیق لنین و دوستانش درست کردند و به خورد کمونیست ها ایران دادند، و اینها اونها این داروی بسیار بسیار عفونی رو، داروی که خودش عفونتزا بود، نه اینکه عفونت رو از بین ببره، این دارو که چه عرض کنم، این میکروب رو وارد فرهنگ ایران کردن. کشور کثیرالمله ایران، ملت ترک، ملت فلان و بهمان، بگذاریم که در رهبری حزب کمونیست ایران فارس زبانه، کسی که زبان مادریش فارسی بوده باشه کمتر بود، بیشتر اینا از آذربایجان برخواسته بودن، ولی میگفتن نه، ملت آذربایجان رو ملت فارس 900 سال است، 1000 سال است که به زیر قید برده، زنجیر کشیده. ایران زندان ملل است. این چالش میان این دو گروه ایران رو در اون دوران رقم زد و اندیشه چند ملیت بودن ایران رو وارد فرهنگ چپ ایران کرد. از آن سو وسوق دوله در سودای فروختن اندیشه مستعمره، نیمه مستعمره شدن ایران به زیر چتر بریتانیا به مردم ایران است، از راه انتخابات و تصویب نمایندگان مجلس. از این سوی اندیشه چند ملیت بودن دارد وارد فکر و روح و روان و فرهنگ ایرانی می شود و شد. سالهای درازی در اندیشه چپ ایران این اندیشه شکل گرفت، و به همین دلیل هم هنگامی که این گروه ها به فکر فدرال سازی ایران افتادن، رهبری بیشتر این گروه ها از چپی های پیشینه، همون هایی که قبلا می گفتن ایران زندان ملل است، حالا شدن ناسیونالیست های دو نقش، مانند الهام علیوف و پدرش در جمهوری آذربایجان. اینها پدر ایشان دبیر کل حزب کمونیست جمهوری آذربایجان بود، شاگرد
کمونیست های دو نبشی بود که در اونجا جمهوری آذربایجان رو اداره می کردن. وابستگی عاطفی و احساسی ایدئولوژیک به رفیق استالین داشتن. پدر ایشان شد پایه‌گذار دولت جمهوری آذربایجان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و آقای الهام علیوف پسر ایشان با یک دموکراسی تمام عیار به شوخی میگویم شد جانشین پدر و از اون اندیشه های کمونیستی شد ناسیونالیست دو نبش هوادار جمهوری آذربایجان و آمدن نقشه درست کردن در باکو، نقشه آذربایجان جنوبی. جناب امیر اگر این نقشه رو دارید، این نقشه رو روی بکرید روی تلویزیون بگذارید. نه این نه، نقشه آذربایجان جنوبی و نقشه دیگری است. من چندین پیکره برای ایشان فرستادم. بله این نقشه آذربایجان جنوبی است که در باکو فراهم شده. این آذربایجان جنوبی میآید تا مرز خوزستان، بله قزوین رو هم در بر میگیره، بخش‌های زیادی از گیلان رو هم در بر میگیره و تقریبا میانه مازندران هم میرسه. این نقشه ایست که آقای الهام علیوف تهیه کردن و این کسانی که این کنگره ملیت های فدرال رو درست کردن روی این خط آذربایجان جنوبی کار میکنن و خودشون نماینده چنین حرکتی میدنن. من خواهم پرداخت، این رو میتونید از روی چیز بردارید. بله چه سالی این کنگره ملیت های فدرال درست شد؟ من بیش از یک دقیقه وقت ندارم و در بخش دوم برنامه به این خواهم پرداخت. در سال 1905، از سال 1904 گفتگو شروع شده بود یا اندکی پیش از اون، ایالات متحده آمریکا در 18 ماه پیش از تشکیل کنگره ملیت های فدرال وارد عراق شده بود. نوکان ها بر سر کار بودن، یک باره فیل بومگرایان ایران به یاد هندوستان افتاد و کنگره ملیت های فدرال رو از 13 واحد درست کردن. بیشتر اینها جز حزب دموکرات کردستان و کوموله آدم های چند نفر آدم جمع شده بودن و پسر عمو و دختر خاله خودشون رو جمع کرده بودند و نماینده ملت بلوچ، نماینده خلق ترکمن، نماینده سازمان مردمی کرمان یعنی کردهای خراسان همینجور درست شد. حتی یکی از گروه ها آمده گفت ما نماینده مردم لرستانات هستیم، یعنی لرستان رو هم عربی جمع کردن لرستانات. و از این نوع احزاب درست شد، حزب بختیاری، حزب اتحاد بختیاری و لرستان. حالا معلوم نیست اونهایی که لرستانات هستن با این حزب بختیاری چه خواهند کرد. جنبش فدرال دموکرات آذربایجان، جبهه مردم بلوچستان، جبهه متحد بلوچستان. بلوچ‌ها این شانس رو داشتن که در این کنگره ملل فدرال 5-6 رو به اصطلاح نماینده داشتن. اینا همشون نماینده ملت بلوچ بودن. این است که من این رو به شوخی میگیرم که به راستی چنین جریانی نماینده به اصطلاح اقوام در ایران است. اجازه بدهید که چون به پایان برنامه رسیدیم و من سخن زیادی در این زمینه گفتم، در اینجا با شما یه بدرود کوتاهی داشته باشم و در بخش دوم برنامه پس از آگهی ها موضوع رو با شما پیگیری کنم.